الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. سلام بر شما عزیزان همراه، وقت شما عزیزان بخیر باشه. درود فراوان داریم، طاعت و عبادتتان قبول باشه. با به وقت بیداری به محضر شما عزیزان رسیدیم. باز هم چشم بر هم زدیم، روزها و شبهای ماه مبارک رمضان مانند صحابی از کنار ما درگذرند و چقدر ما زرنگ باشیم تا از این فرصتها استفاده کنیم. به اولین شب از لیالی پرفضیلت قدر رسیدیم، شب 19 ماه مبارک رمضان، و برنامه به وقت بیداری رسانه جهانی هادی با یک ویژه برنامه در محضر شماست. امشب در این برنامه از حضور ارزشمند استاد و کارشناس محترم جناب دکتر روحانی عزیز استفاده میبریم. سلام علیکم جناب دکتر، تسلیت عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین بیننده های محترم و ایام ضربت خوردن و سوگواری امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم. در شبهای قدر هم به سر میبریم. از همه بینندگان محترم التماس دعا دارم. بسیار تشکر استاد، فرصت خودتان در اختیار برنامه قرار دادین. همراهان امشب هم میتوانن از حضور ارزشمند شما استفاده ببرن. امشب با توجه به مناسبتی که در آن قرار داریم، اولین شب از شبهای پربرکت، پر از مغفرت، پر از مغفرت و پر از رحمت قدر، میخواییم که در واقع در این فرصت با موضوع آخرین در واقع فرمایش های امام علی علیه السلام از شما نکاتی را انشاءالله با این فرصتی که داریم یاد بگیریم. اما قبل از اینکه وارد بحث شویم، من یک سوال دارم، خیلی دوست دارم که در همین ابتدای برنامه پاسخش از شما دریافت کنیم. شب قدر به چه معناست استاد؟ چرا میگن شب قدر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از معانی قدر همون ارزش و بلندی رتبه و مرتبه است. بله. و شب قدر رو هم اگر گفته میشه شب قدر، شب قدره، به اعتبار این هست که خب پیش خدا دارای عزت و موقعیت و مرتبت بالاییه. از جمله این که در قرآن میبینیم که خدای متعال شب قدر رو تعبیر کرده به یک شب مبارک، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. به اعتبار این که قرآن در ماه رمضان و همچنین در یک شب و اون هم یک شب مبارک و بعد اون شب مبارک هم انا انزلناه فی لیلت القدر هست، شب قدر هم میشه همون لیله مبارکه. برکتی هم به خاطر اینه که انسان وقتی کارهایی رو انجام میده، اعمالی از او سر میزنه، به اندازه هزار ماه میتونه آدم رو جلو ببره که لیلة القدر خیر من الف شهر. میشه گفت شب قدر به خاطر این شب قدره که اگر انسان قدر او رو بدانه پیش خدا دارای عز و قرب میشه. اگر قدر و شب قدر رو بدانه، ما هم دارای قدر و منزلت میشه. انشاءالله همینطور باشه. ماه رمضان به مثابه یک فرصت خیلی خوب و شبهای قدر اوج این فرصت هست. انشاءالله که همه ایزان استفاده کنن و برای بنده همه همکارانم استاد عزیز دعا بفرمید. انشاءالله استاد وارد بحث میشیم، آخرین فرمایش های امام علی علیه السلام، و انشاءالله در سعی میکنیم که در این فرصتی که دست داده، دقایقی که در برنامه در خدمت شما هستیم، بیشتر استفاده ببریم از فرمایش شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بدون شک یکی از ویژگی‌های انسان‌های کامل همو هدایتگری و دستگیری نو از خلق هست. اونها عین شمع می‌سوزن، عین چراغ مسیر رو روشن می‌کنن تا خلق بتونن مسیر رو تشخیص بدن، راه رو از چاه بتونن تمیز بدن در زندگی. امیرالمؤمنین علیه السلام هم طبق آیه قرآن به انضمام روایات که فرمود انما انت منذر ولكل قوم هاد،
ثانیاً چون دغدغه هدایت و کمال مردم در او هست، در این پایان، در این لحظات پایانی عمر امیرالمؤمنین یک سفارش هایی دارن به حسنین به عنوان فرزندان و مستقیم خود و بعد به تمام کسانی که شهد شیرین کلام علوی به اونها مرسه به عنوان سفارش و وصیت دارن مطرح میکنن، با توجه به این که اینها آخرین سفارش های امیرالمؤمنینه و افرادی در این حد و اندازه غالبا سعی میکنن که در چنین لحظاتی مهمترین حرف های زندگی خور بزنن، میطلبد که ما یک مقداری دقت بیشتری به سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در این عرصه داشته باشیم. استاد، امیرالمؤمنین علیه السلام آخرین فرمایش های خودشان به کی میگن؟ به فرزندان خودشان، به حسنین علیه السلام، و بسیار ارزشمند هست و من فکر میکنم که هم خودم هم همه عزیزان همراه سر تا پا گوش باشیم و دلیل دقایقاتی دقت بکنیم به تک تک کلمات امیرالمؤمنین که از لسان شما میشنه. یک روایت از این رو خیلی شنیدیم، پیغمبر فرمودن یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، علی من و تو دو پدر این امتیم. وقتی من این سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو میشنوم که نه پدر معنوی و پدر بزرگ انسان امیرالمؤمنین داره مستقیم مرا سفارش میکنه، اگرچه که سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. مخاطب های اولیه حسنین امیرالمؤمنین حسنین بودند و شاید اون افرادی که کنار بستر حضرت نشستن، اما ما و شما هم به عنوان فرزندان معنوی امیرالمؤمنین میتونیم مخاطب کلام حضرت باشیم. در این سفارش ها امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولین جمله ای که از لبان مبارک صادر میشه میفرمایند در زندگی اهل تقوا باشه. تقوا هم به معنای اینه که رابطه خود رو با خدا حفظ کنن. تقوا یعنی حفظ شیء عما یضر، یک انسان یک شیء یا خود رو از اون آفت ها و آسیب هایی که ضرر زننده به او هستند بتونه نگه داره، این میشه تقوا. و فردی که چنین حالتی در روی ایجاد شده میشه متقی. امیرالمؤمنین اولین سفارش نا که میشه ادعا کرد سایر سفارش های امیرالمؤمنین هم خلاصه در همین تقوا شده. و این تقوایی که امیرالمؤمنین اول دارن نگاه میکنن و اول دارن به او توصیه میکنن، مثل براءت استحلالی است که بزرگان در ابتدای کتابها خود دارن، یک دیباچه ای دارن که خلاصه او چیزی که در کل کتاب گفته شده ای بسا در او هست. بله. شما وقت قرآن رو نگاه میکنین از سوره مبارکه بقره تا پایان قرآن، اینا خلاصه شده است در فاتحه الکتاب الحمدلله رب العالمین تا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این خلاصه و اصاله پیام های قرآن هست. او روابطی که انسان باید در زندگی داشته باشه و در قرآن ترسیم شده همه خلاصه شده در سوره حمد. امیرالمؤمنین هم سفارش های متعدد خور که بیان کردن ابتدا خلاصه میکنند در مقوله تقوا. یک انسان حد و اندازه خود رو بشناسه، یک انسان او چیزهایی که آفت و آسیب او در مسیر عبودیت و بندگی خدا هست اینا رو تشخیص بده و از خود خود دور کنه، این میشود مسلح شدن به سلاح تقوا. لذا شما در قرآن میبینیم خدای متعال همین رو از انسانها به شکلهای مختلف مطالبه میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اهل تقوا باشی و در زندگی دست شما به دست افراد صالح باشه. گاه خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوا داشته باش و ببین برای فردای قیامت خود چی آماده کردی. تقوایی که کلید رسیدن به همه خیرها در او خلاصه شده است، تقوایی که اگر خدا بخواهد عملی را از انسان بپذیره نگاه میکنه این عمل آیا در کناری و تقوا بوده که خدا او رو بپذیره یا نه. لذا قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین،
خدا کار خیر رو میپذیره به شرطی که فاعل کار خیر هم صاحب تقوا باشه، دارای تقوا باشه. اگر فوز و فلاح و رستگاری خدای متعال در جهان آخرت بره برخی از بندگان خو نوید داده و یه بشارت رو بره نداده، باز این بشارت گره خورده است به همین تقوا. یعنی فوز و فلاح رو خدای متعال گره زده به که آدم در زندگی دنیا مسلح به تقوا باشد. فرمود ان للمتقین مفازا، فوز و فلاح، رستگاری و پیروزی حقیقی مال اهل تقوایه. اهل تقوایی که اگر انسان تقوا داشته باشه قطعا محبوب خدا هم هست، خدا همه بندگان رو خود دوست داره. اما اگر انسان بخواهد به شکل خاص خدا او رو دوست داشته باشه، میشه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. در کنار این که افراد با طهارت، افرادی که دارای تقوا هستن رو خدا دوست داره، متقیان رو هم خدا در قرآن این وعده رو داده که هر کسی که دارای تقوا باشد محبوب خداست. امیرالمومنین علیه السلام اول از گزینه تقوا شروع میکنه. بسیار تشکر استاد، انشالله ادامه گفتگو رو در بخش بعد خواهیم دید. درنگ کوتاه خواهیم داشت، همراه همکارانمون میشیم و انشالله ادامه گفتگو رو از شما خواهیم شنید. با ما باشید با به وقت بیداری در شب 19 ماه مبارک رمضان. عشق بود و علی بود و جاه بود، شب بود و عشق بود و علی بود و جاه بود، فریاد بی صدا غم دل بود و آه بود. دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او، صبح سفید همچو دل شب سیاه بود. دانی چرا جبین علی را شکافتند؟ زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود. خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود. یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید، اشک شبش به غربت روزش گواه بود. دستش برای مردم دنیا نمک نداشت، عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود. هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب، حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود. مولا پس از شهادت زهرا غریب شد، زهرا نیار او که بر او یک سپاه بود. وقتی که از محاسن او می چکید خون، عباس را به صورت بابا نگاه بود. میزم هزار حیف که پوشیده شد ز خون، رویی که بهر گم شدگان شمع راه بود. رویی که بهر گم شدگان شمع راه بود. درود و احترام فراوان مجدداً تقدیم یکایک شما مهربانان، شما همراهان بسیار محترم. نرشن بسیار زیبا با صدای استاد جاوید عزیز شنیدیم. تشکر میکنیم از همکاران محترم من در اتاق فرمان که با این نریشن زیبا، با این ویدیوی بسیار زیبا حال و هوای ما را دیگرگون ساختن. با شما هستیم به وقت بیداری در شب 19 ماه مبارک رمضان، اولین شب از لیالی پرفضیلت قدر، و امشب مصادف است با شب ضربت خوردن مولا امیرالمومنین علیه السلام. به شما تسلیت عرض میکنیم و از یکایک که شما التماس دعا داریم. پول ارتباطی رو فراموش نکنید، مثبت 964-780-255-413 در اختیار شما هست و پیام های ارزشمند خودتان از این طریق با ما در میان بگذارید. جناب استاد روحانی عزیز، بعد از شنیدن این نریشن بسیار زیبا، حال هوای دل ما کمی متمایل تر شد به شب قدر، و انشاءالله میخواییم که با فرمایشات شما در
در مورد فرمایش های آخرین مولا امیرالمومنین حال هوای ما انشاءالله بهتر از این هم شود. بله، در ادامه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که انسان باید در زندگی وارسته از دنیا باشه، دلداده به دنیا نباشه، اگرچه که دنیا به انسان روی آورده باشه، اما ما باید امیر بر دنیا باشیم نه اسیر دنیا. فکر میکنم نکته هم همینجاست استاد. بله. کلام بسیار پرمغزیه، این که انسان فریفته زندگی دنیا نشه. قرآن هم به همین مسئله توصیه میکنه که ولا یغرنکم بالله الغرور. از ویژگی های دنیا اینه که زود انسان رو فریب میده، زود انسان رو گرفتار میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند انسان اگرچه که دنیا داشته باشد، مال دنیا اشکال نداره و تحصیل این مال دنیا هم هیچ عیب و نقصی نیه. اصلا وقتی نگاه میکنیم در آموزه های دینی، قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام، توصیه به همین هم شده. وقتی که روز جمعه میشه، هنگام اذان بیع و شراء کردن جایز نیست. قرآن میگه زر البی، رها کنید این تجارت و داد و ستد رو، رها کنید. فس او الى ذکر الله، بشتابید به سوی نماز و نماز جمعه. اما میگه وقتی که نماز تمام شد، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، برین در زمین پخشیم، و ابتغوا من فضل الله، برین دنبال فضل الله. خیلی مفسرین میفرمانی فضل الله همین مال دنیا هست. اشکال نداره انسان صاحب دنیا باشه، منتها بعد اینه که انسان دلداده دنیا باشه. و تعبیر قرآن میگه و تحبون المال حبا جما، فقط قصدی و جمع کردن مال دنیا باشه، دیگه نگاه نکنه که این مال حلال یا حرامه، از خودیونه یا ملک دیگری است. بله. همه آرزوهای فقط در دنیا خلاصه بشه. گفت چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان وی همان است. ای درست نیست، ای به درد نمیخورد. امیرالمومنین سلام الله علیه ای آزادگی نسبت به دنیا رو به عنوان یک سفارش و به عنوان یک مطالبه از همه شما دارن که انسان اسیر دنیا نشه. اگر دنیا هم به او روی آورد، انسان اون حالت امارت بر دنیا رو داشته باشه. این هم یکی از سفارش های حضرت. در ادامه میفرمایند که خب گاه در زندگی انسان برخی از چیزها رو از دست میده. در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند به خاطر آنچه که از دست دادید از مال دنیا هیچگاه غمگین نشید. در یک کلام دیگری امیرالمومنین میفرمایند زهد رو اگر ما بخواهیم تعریف کنیم با استفاده از آیات قرآن، بین دو تا آیه و دو تا کلام از خدا میشه زهد رو انسان یک تبیین زیبا بکنه. وقتی گاه ادهی زهد رو بد فهمیدن و بد فهماندن، زهد با نیت پاک است نه با جامعه پاک. ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد. این درست نیه. امیرالمومنین میفهمن دو تا کلام در قرآن هست، اینا رو بفهمیم معنای زهده. اول لکیلا تأسو علا ما فاتکم، و چیزایی که از دست شما رفته به خاطر اونا غم و غصه نخورن، ناراحت نباشین. مالی دیشتی خرج شده، تمام شده، صرف شده. مالی دیشتی در راه خدا انفاق کردی، هرچند انفاق معامله با خدایه. وقتی انسان با خدا معامله میکنه، اون مالی که داده باقی میمونه. فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. فرمودن چیزی از دست شما رفت، شما ناراحت نشین. از اون طرف دیگه ولا تفرحوا بما آتاکم، یک زمانی هم یک نعمتی به آدم میرسه، دیگه مست نشه، مغرور نشه. این دوتا رو اگر انسان در زندگی خودش داشته باشه میشود زهد. لذا سفارش امیرالمومنین سلام الله علیه اینه که اگر یک زمانی دنیا از شما روی گرداند، یک مالی از دست شما رفت، یک موقعیتی از دست شما رفت، فکر نکنیم که دیگه دنیا به آخر رسیده. این زهد و وارستگی در دنیا رو داشته باشیم. خیلی از ماها متاسفانه جامعه غم بتن میکنیم وقتی که یک آسیب دنیایی میبینیم، یک مشکل مالی پیدا میکنیم و احساس میکنیم که آخرین
رویداد مالی بودی در زندگی ما رخ داد و خدا از ما روی گردان شده، ما بالاخره دچار مشکل شدیم، ولی این کلام زیبای امیرالمومنین به ما بسیار درس ها میده. اصلا نها کنید گاه مشکلات و گرفتاری ها رو خدا بر سر راه انسان میگذاره تا آدم رشد کنه. بله. یعنی برای شکوفا شدن خدای متعال این غم ها، مصیبت ها و مهنت ها رو میده. یک جای مثال زیبایی رو مطرح میکرد، میگفت کسایی که چاه میکنن بعد میره داخل چاه، در اون منطقه ما در شهر هرات هست، باید 20 متر زمین رو بکنن تا به آب برسن. خب این تناب وقتی که چاه کن خواسته باشه از دل چاه بیای بالا حتما تناب داره. اگر تناب به شکل معمولی باشه آمدن بالا آمدن خیلی سخته. لذا این چاه کن ماهر و زبردست عمدن در این تناب یک گره های ایجاد میکنه که برای بالا آمدن بتونه پاخ و بگذاره رو گره. گاه خدای متعال تناب و عمر آدم رو هم همین کار رو میکنه، گره. عمدن گره میزنه، این به خاطر رشد کردنه، این به خاطر بالا آمده. تعبیر زیبایی بود. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند باید انسان در زندگی حقگو باشه، از گفتن حق هیچگاه انسان پرهیز نکنه، هیچگاه امتناع نکنه، حق رو بگه. قرآن میگه همیشه حق رو بگویید، ولو علی انفسکم، اگرچه که به ضرر و زیان خود شما باشه. یا اگر حق رو بگیم شاید برخی از ما آزرده باشم، اشکالی نداره، من رضایت خدا رو بر خرسندی اینا ترجیح میدم، حق رو بر زبان جاری میکنم، حق گویی میکنم و هیچ گونه خوف و ترسی هم از غیر خدا ندارم. امیرالمومنین همین رو میخواهند، یک انسان در زندگی بنده خدا باشد و در کنار اون تسلیم خدا باشد، حق محور باشد، حق رو همیشه بگه. عده ای از ما انسان ها متاسفانه حق زیر پا میگذاریم، میفهمیم که طرف حقه اما چشما خور بر واقعیت میبندیم. گفت ماند بران که هست بر کشتی روان، پنداره دوست ساکن و ساحل همی رود. گاه اگر انسان سوار یک وسیله باشه، موتر باشه، در کنار هم یک موتر دگه، ای بسا او در حال حرکته و ما ساکنیم، ما برعکس هر متوجه میشون، فکر میکنم ما حرکت میکنم او ساکنه. ایده متاسفانه همین رقم هستن. سفارش امیرالمؤمنین به ما و شما اینه که همیشه دنبال حق بریم، متواصو بالحق، انسان حق محور باشه، حق گو باشه. توصیه بعدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اینا هر کدوم توضیحاتی داره اما به خاطر که ما میخوایم که از فرصت بهتر استفاده کنیم و بسیار کوتاه میان برنامه ی عزیزان آماده کردن با هم ببینیم بیشتر در بخش سوم در خدمت شما. همچنان با شما هستیم، با شما روزدارانی که این روزها با اطاعت و بندگی خدا مدال پر افتخار این بندگی را بر گردن خودتان آویختیم. الرحمن الرحیم، مولا مدام به آسمان نگاه می کرد و می فرمود آری همین امشب است شبی که حبیبم رسول خدا وعده داده بود. زیر لب دعا می کرد خدایا مرگم را مبارک گردان، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عزم سفر دارد علی، سفری که سالها پیش در بدر و احد آرزویش را داشت. دلش هوای فاطمه دارد، سخت دلتنگ رسول الله است. باز هم به آسمان نگاه می کند، ای طلوع فجر، از روزی که علی به دنیا آمده نشده تو بیدار باشی و چشمان علی در خواب، اما این شب آخرین شبی است که چشم علی را بیدار می یابد. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت.
محراب در انتظار علی است. به مسجد می رسد، اذان می گوید و خفتگان را بیدار می کند. ابن ملجم در میان آنهاست. اندکی بعد فریادی محراب کوفه را پر می کند. فزت و رب الکعبه. پشت دین می شکند، زمین آسمان بیتاب می شود، ندایی بلند می شود، به خدا سوگند ارکان هدایت فروریخ و نشانه ها و علم های پرهیزگاری سرنگون گشت و ریسمان محکم الهی گسست. صلی الله علیه یا امیر المؤمنین. تمام کوفه پر از رد عشق های علی است و چاه ها که پر از ناله های پنهانند. شکست فرق نماز خدا به شمشیری، به من نگو که دیگر کوفیان مسلمانند. هنوز خون سرش روی فرق محراب است و جمع قبله نشینان که هنوز گریانند. عرض تسلیت مجدد به محضر همه شما مؤمنان عزیز که همراه برنامه خودتان به وقت بیداری هستید. قبل از اینکه به محضر جناب استاد روحانی عزیز برگردیم و ادامه فرمایشات از ایشان داشته باشیم، من اجازه میخواهم که تا راه‌های ارتباطی در فضای مجازی را خدمت شما عزیزان اعلام کنم. شما میتوانید در فضای مجازی با سرچ کردن موضوعی برنامه‌های به وقت بیداری از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این برنامه ها دسترسی داشته باشین. حتما خودتان دنبال کننده باشین، برنامه های ما را ببینین و به عزیزان و اطرافیانی که علاقمند هستند به این قبیل برنامه ها هم حتما پیشنهاد بتین تا ما را دنبال کنن. با شما هستیم. موضوع صحبت ما که در این بخش پایانی هست، فرمایش های امام علی علیه السلام در لحظات آخر عمر شریفشان. استاد در خدمت شما هستیم، بفهمید. بله، عرض کردم که جزء سفارش های امیرالمومنین سلام الله علیه در این واپسین لحظات و عمرنا اینه که به حسنین به شکل مستقیم و بعد به همه ما میفرمایند که اگر مظلومی رو دیدید یار و یاور یا باشید، که ما این که در مقابل ظالم هم انسان باید خاری به چشم باشد. کونا للظالم خصما للمظلوم اونا. در دین ما نسبت به یاری مظلوم خیلی توصیه شده. اگر زمین خورده ای رو دیدیم حتما دستی رو بگیریم، حتما او رو بلند کنیم. و اگر میبینیم کسی داره سرکشی میکنه، ظلم و ستم رو وامه داره، نه تنها در مقابلی بی تفاوت نباشیم، نه تنها سرخم نکنیم، که بلکه در مقابل او انسان باید بیسته، پرخاش کنه، فریاد کنه و حق مظلوم رو از او بستاند. گاه برعکس میشه، یعنی در مقابل ظالمین عده‌ای متاسفانه سرکشی میکنن و در مقابل مظلوم ها، در مقابل عکس عرض کردم، در مقابل مظلوم ها سرکشی میکنن و در مقابل افراد ظالم گردن کشی که نمیکنن سر تسلیم هم فرود میارن. جناب صاحب گفت اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست. عشق کباب باعث طغیان آتش است. قرآن میگه اگر شما بیایم در مقابل ظالم کرنش کنیم، در مقابل ظالم و ستم یا سر فرود بیاریم، او به ظلم خود خوب بیشتر میافزایه. ولا ترکنو الی الذین ظلموا. هم در دنیا ظلم بیشتری میبینیم، بعد تازه اثر اینه که فتمسکم النار، آخرت شما هم تباه میشه. لذا امیرالمومنین میفرمان اگر دیدید که مظلومی هست حتما او رو یاری کنید و در مقابل ظالمین فریاد کنید. در ادامه فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه این است که نسبت به همسایه مهربان باشید، نسبت به
فامیل خود و کسی که با او ارتباط دارید از یک رحم هستید، حتما پیوندها ای رو آدم رعایت بکنه در زندگی. همون تعبیری که در روایات هست، اهل صله رحم باشیم، اهل رفت و آمد و خبر گرفتن و کمک کردن و کمک رساندن به اونها باشیم. و چقدر دی ایام ماه مبارک بیشتر نمود پیدا میکنه این صله رحم؟ قطعا همین رقمه. اسلام میخواهد که مردم با هم رابطه داشته باشن، پیوندها محکم باشه. ای که کنار هم زندگی میکنیم و از حال هم خبردار نیستیم، هیچگاه مورد رضایت خدا و ولی خدا نیست که گفت بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. حال روز برخ از ما این رقمه، متاسفانه نسبت به سفارش امیرالمؤمنین کوتاهی میکنیم. در ادامه فرازهایی رو میبینیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یک شکلی دارن ما رو توصیه های فراوان و اکیدی میکنن نسبت به چند چیز. الله الله فی الایتام، یعنی هوای یتیم ها رو داشته باشیم، کسانی که از داشتن نعمت پدر محرومن و در سن صغارت به سر میبرن، اصطلاح شرعی یتیم هستن، مهر شما به اونها برسه، رسیدگی نسبت به حال اونها داشته باشیم، هم از حیث خرج و خوراک و کمک های اقتصادی و مادی و هم بالاتر از حیث احساس و عاطفه هم هوای اونها رو انسان داشته باشه، به یتیمان دیگران برسیم که اگر یک زمانی ما نبودیم باز به فرزندان ما هم رسیدگی بشه. میفرمان الله الله فی الصلات فانه عمود دینکم. نسبت به نماز خیلی توصیه میکنن، نمازی که امیرالمؤمنین میفرمان ستون دینداری انسان همین نمازه. عده معذر پیغمبر میامدن ماستن مسلمان باشن، گفتن ما حاضر مسلمان باشیم اما با یک شرطی که این نماز رو از ما برداریم، همه آداب و مناسک اسلامی رو انجام میدیم اما نماز خوندن برای ما سخته، مشقت داره، نماییم، نماز رو از ما بردار. پیغمبر فرمودن لا خیر فی دین لا صلاة فیها، اون دینی که نماز نداشته باشه که به درد نمیخوره، و اون دیندار هم که اهل نماز نباشه این دین به درد نمیخوره، اون مسلمانی که اسم مسلمانی رو یدک بکشه اما نسبت به اداء نماز غفلت کنه در مسلمانی و قبا چک کنه. در روایت هست وقتی یک شخص مسلمان میشد میامد پیش پیغمبر، آ رسول الله صلوات الله و سلامه علیه بری اون اولین چیزی که توصیه میکردن که به او آموزش بدن میگفتن به او نماز رو یاد بده. یعنی مسلمانی با نماز شروع میشه، بله. نماز حقیقی. امیرالمؤمنین هم به همین مسئله اشاره میکنن که نماز این نماز میتونه خیمه ستون خیمه دینداریه ما مسلمان ها باشه. باز از سفارشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به ما و شما این است که الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، یعنی جان شما به این قرآن نشه دیگران در عمل کردن به قرآن از شما سبقت بگیرن. ما گاه قرآن رو میخونیم، آیاتی رو تلاوت میکنیم اما وقتی که نوبت عمل میرسه گاه متاسفانه حال و روز ما اینه که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکل ها. قرآن رو میفهمیم اما وقتی که نوبت عمل به او هست یک مقدار شانه خالی میکنیم. آیات حجاب رو میخونیم اما وقتی که قرآن هست حجاب اسلامی در دینداری ما نمایان باشه متاسفانه هیچ گونه رنگی از اون حجاب اسلامی در زندگی ما نیه. بله. قرآن ما رو دعوت به بهترین کارها میکنه اما ما خیلی نسبت به اون توجه نمیکنیم. گفت چو علمت هست خدمت کن، که زشت آید بر دانا، گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطها. سعدی میگه اگر فهمیدی باید عمل کنی، تو که میفهمی خدا یک حجیر برگردن تو واجب کرده،
در کنار مکه هم داری زندگی میکنی، چرا حج انجام نمیدی؟ ببین از فلات چین و تبت و پامیر آمده داره دور خانه خدا میگرده. بله. چرا شما این کار رو نمیکنی؟ استاد حدودا 4 دقیقه وقت داره. بله. امیرالمؤمنین سلام الله علیه از ما میخواهند که زندگی خود با قرآن جلو ببریم، قرآنی زندگی کنیم. وقتی که نکنیم قرآنی قرار انسان زندگی کنه، تفکری میشه یک تفکر قرآنی. وقتی که انسان قرآنی مایه زندگی کنه، نگاه انسان به مسائل میشه یک نگاه قرآنی، نگاه تربیت یافته. زندگی خانوادگی انسان میشه یک زندگی قرآنی. قرآن خیلی زیبا میگه، میگه و عاشروهن بالمعروف. وقتی که یک زن و مردی کنار هم دارن زندگی رو شروع میکنن، به هم میگن بیا تا یار هم، دلدار هم، غمخوار هم باشیم، توصیه قرآن به اینا اینه که شما که کنار هم داریم زندگی میکنیم، درست زندگی کنن بر اساس عرف، بر اساس عقل و بر میزان و معیار شریعت زندگی کنیم. این میشه عاشروهن بالمعروف. و بعد توصیه دوم قرآن اینه که در مسائل زندگانی زن و شوهر عین لباسن، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. یعنی چی؟ یعنی نکنین انسان هر لباسی که به تن نمیکنه، لباس خوبی رو میره انتخاب میکنه، چند تا دکان رو دکان رو میره نگاه میکنه و بعد یک پیرهن مثلا یک شلوار یک مثلا درشیر انسان انتخاب میکنه. میگه شما همچنان که در لباس خود دغدغه داری، خوب انتخاب میکنی، از بین همسران هم بهترین رو انتخاب کنید. لباس با آدم زینت میده دیگه، نه تشخص میده. میگه کاری کنید که زیور و زینت همسران خوب باشید. کارکرد لباس اینه که انسان رو میپوشانه، از سرما از گرمای روزگار محافظت میکنه. زن و شوهر هم باید در زندگی محافظ یک دیگر باشن. این میشه زندگی قرآنی. و اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، نشه دیگرانی که قرآن بر اونها نیست، قرآن شما رو بگیرن با قرآن عمل بکنن و شما فقط به اونها نگاه کنین. قرآن ما رو توصیه به عمل صالح میکنه. عمل صالح یعنی کاری که انجام بدیم بهترین کارها باشه. همه او دستورات رو در بکارگیری این عمل انسان انجام بده. بله. کار درست انجام بده. اما متاسفانه یاد گرفتیم کلخ رو او بگذاریم و رد بشیم. بسیار تشکر استاد. فرصت ما به پایان رسید. دوست داشتیم که در شب قدر، شب 19 ماه مبارک رمضان، بیشتر در خدمت شما باشیم. فرمایشات امیرالمومنین بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود. اگر قبل از مراسمات احیای ما در این شب این سخنان رو بشنویم، بسیار تشکر میکنیم. انشاءالله هر جا که بودین این شب برای همه ما دعا بفرمایید. التماس دعا دارم. از نقطه آغازین برنامه تا این لحظه که نقطه پایانی است، به همراه استاد عزیز در خدمت شما بودیم. فرصت بسیار ویژه‌ای بود. انشاءالله که توانسته باشیم به همراه همکاران عزیزمان برنامه در خور شما عزیزان تقدیم کنیم. کم کم آماده میشید برای مراسم های احیا در خانه هایتان، در مساجد، در حرم های امامان. حتماً حتماً برای بنده و همکارانم دعا بفرمایید. شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا دیدار بعد. یا علی مدد.